سوز و گداز رژیم از افشای نقض حقوق بشر توسط مجاهدین. اصفهان، تجمع اعتراضی کارگران شهرداری. تایید استفاده اسد از گاز شیمیایی کلور در بمباران دوما. با سلام خدمت شما بینندگان گرامی، آخرین خبرهای این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنم. در پی تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر جدید برای ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل و به رغم مخالفت رژیم جنایتکار آخوندی با تعیین گزارشگر ویژه، خبرگزاری رسمی رژیم موسوم به ایرنا خشم و غیظ خود را از نقش مجاهدین در افشای جنایت رژیم و نقض حقوق بشر نشان داد و در بخش انگلیسی خود با اشاره به معرفی جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نوشت: به دلیل استفاده از منابع غیر معتبر خصوصا سازمان مجاهدین خلق ایران، تهران تاکنون بسیاری از گزارشات در مورد وضعیت حقوق بشر را به رسمیت نشناخته است. کارگران شهرداری اصفهان صبح روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های عقب افتاده مقابل شهرداری رژیم در این شهر تجمع کردند. کسبه و دستفروشان همدان روز شنبه با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی و شهرداری رژیم در این شهر درگیر شدند. این درگیری زمانی شروع شد که ماموران سرکوبگر رژیم یکی از دستفروشان را مورد تهاجم وحشیانه قرار دادند. این حمله ماموران موجب خشم و اعتراض کسبه گردید و با آنها درگیر شدند. به دنبال این درگیری ماموران سرکوبگر یکی از کسبه را بازداشت کردند. عفو بین الملل خواهان آزادی دستگیر شدگان قیام مردم خوزستان شد. عفو بین الملل روز شنبه طی گزارشی با اشاره به سرکوب معترضان در خوزستان و استفاده از سلاح گرم علیه تظاهرکنندگانی که خواستار آب آشامیدنی بودند نوشت: رژیم ایران باید تضمین بدهد هر کسی که صرفاً به دلیل انجام حق تجمع مسالمت‌آمیز بازداشت شده است آزاد شود و بازداشت شدگان تحت شکنجه یا سایر سوء رفتارها از قبیل آزادی تعلیقی قرار نگیرند. خانواده امین خزیر اهوازی از معترضین به بی‌آبی در خرمشهر از وضعیت فرزندشان اظهار بی‌اطلاعی کردند و نگران هستند. شب جمعه 8 تیر امین خزیر اهوازی از اهالی منطقه حفار شهر خرمشهر در اثر حمله مزدوران سپاه به مردم معترض به بی‌آبی از ناحیه پا مجروح شد. مردم حاضر در صحنه او را به بیمارستان منتقل کردند، اما مامورین اطلاعات آخوندی او را به مکان نامعلومی منتقل کردند. حمید شاهوزهی، زندانی 25 ساله زندان مرکزی زاهدان، روز پنجشنبه در اعتراض به بی‌اعتنایی دستگاه قضایی رژیم به پرونده‌اش و فشار طاقت فرسای دشخیمان در حمام زندان اقدام به خودکشی کرد. این زندانی که به حالت بیهوش توسط سایر زندانیان پیدا شده است، در وضعیت وخیم جسمی است و از قسمت نخاع دچار آسیب جدی شده است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان منع تسلیحات شیمیایی با ارائه گزارشی اعلام کرد که رژیم اسد در حملات خود به غیر نظامیان در شهر دوما در قوطه شرقی از گاز کلور استفاده کرده است. این گزارش به کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده است. در حملات شیمیایی رژیم جنایتکار اسد که در 18 فروردین امسال صورت گرفت، 78 تن جان خود را از دست دادند. با تشکر از همراهی شما با این بخش خبری، توجهتون رو به ادامه برنامه‌های سیمای آزادی جلب می‌کنم. خدا نگهدار.